درود و سلام به شما علاقمندان برنامه سینما. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. به می امیدواری برنامه را آغاز میکنیم. مطالب از کشور، منطقه و جهان داریم. در شروع معرفی برنامه. ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات چند قبل در قصر دارالامان کابل با اشتراک 3500 فیلم از 122 کشور جهان. من مدل، دختر فیلم و یا کدام گرداننده برنامه احمقانه نیستم. شد اینا دوتا با همه جایی تنها بشن؟ نصف منتمای کنون سلول رو من خودم دستگیر کردم. Justice League 2 یک فیلم ابرقهرمانی سینمای هالیوود است که در سال 2021 میلادی ساخته و به نمایش گذاشته می شود. سلام علیکم. سلام علیکم. فهیم فضلی یکی از هنرپیشه‌های افغانی که در فیلم‌های هالیوود به نقش آفرینی پرداخته است، صحبت‌های هنرپیشه. سیایی لشکر شروع کردم تقریبا 2 سال 3 سال ما گرفت که تاکم ممبرشپ شو بگیرم و لایسنس هالیوود بگیرم. با ما باشین. مطالب دیگرم در برنامه داریم. چند خبر کوتاه از سینمای جهان، به ویژه 93مین جشنواره بین‌المللی اسکار سال 2021 میلادی و دیگر مطالب در این برنامه. برنامه را با فیلم جاستس لیگ 2 از کمپانی دی سی کامیکس سینمای هالیوود آغاز میکنیم. Justice League 2 یکی از فیلم‌های سینمای هالیوود است. در جریان سال 2021 میلادی ساخته و روی پرده سینما به نمایش گذاشته می‌شود. Justice League 2 یا فیلم عدالت 2 یک فیلم ابرقهرمانی سینمای هالیوود با کارگردانی زیک اسنایدر در جریان سال 2021 میلادی ساخته و روی پرده های سینما به نمایش گذاشته می شود. بخش اول فیلم جاستس لیگ یا فیلم عدالت اول در سال 2017 میلادی ساخته شد که این یک فیلم ابرقهرمانی از کمپانی دی سی کامیکس می باشد. این پنجمین فیلم از مجموعه فیلم‌های دنیای سینمای دی سی کامیکس با کارگردانی جاس ویدون و نویسندگی کریس تریو جاس ویدون است. از بازیگران این فیلم می شود بابان افلک، هنری کیویل، گال گادوت، ازرا میلر و غیره اشاره کرد. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. ساخت بخش اول فیلم جاستس لیگ در اکتبر 2014 میلادی شروع شد و اسنایدر به عنوان کارگردان و تریو به عنوان فیلم نامنویس انتخاب شدند. فیلم برداری آن در 11 آپریل 2016 آغاز شد و در 14 اکتبر 2016 به پایان رسید. در 22 می 2017 اسنایدر به خاطر خودکشی دخترش پروژه را ترک کرد و جاس ویدون جاگزین وی شد تا مراحل فیلم برداری را انجام دهد. جاس ویدون و برادران وارنر تغییرات بسیار زیاده در فیلم انجام دادند. لیگ عدالت در 17 نوامبر 2017 به صورت 2D/3D در ایالات متحده آمریکا به نمایش گذاشته شد. فیلم 657 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد که با توجه به بودجه 300 میلیون دلاری آن، لیگ عدالت بعد از نمایش به یک فیلم پرفروش تبدیل شد. همچنان فیلم نقدهای متوسط دریافت کرد.
صحنه های این فیلم اکشن و عملکرد بازیگران مورد تحسین قرار گرفت، اما منتقدان از فیلم نامه و شخصیت منفی و استفاده بیش از حد از جلوه های ویژه کامپیوتری انتقاد کردند. سناریوی بخش اول فیلم جاستس لیگ بگونه است که پس از بتمن در برابر سوپرمن، طلوع عدالت با ویدیوی از نجات مردم توسط سوپرمن شروع می شود. بتمن پس از مرگ سوپرمن دچار تحولات روانی شده است. او می خواهد با کمک زن شگفت‌انگیز تیم تشکیل دهد تا بتواند جلو جرم و جنایت و خطرات گوناگونی که جهان را تهدید می کند را بگیرد. فیلم به همین قسم ادامه داشت. جاستس لیگ 2 یک فیلم ابرقهرمانی است که به کارگردانی زک اسنایدر در جریان سال 2021 ساخته و روی پرده های سینما به نمایش گذاشته می شود. قابل ذکر است که اگر لیگ عدالت 2 بتواند گونه نسخه اول طرفداران زیاد را در سینماها داشته و از فروش قابل ملاحظه برخوردار باشد، کارگردان با تفاهم همکاران خیش بخش سوم فیلم جاستس لیگ را در سالهای بعدی روی دست خواهد. ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات چند قبل در قصر دارالامان کابل با اشتراک 3500 فیلم از 122 کشور جهان، از میان این فیلم ها 73 فیلم از 27 کشور جهان انتخاب و به افتتاح گذاشته و به کار خود پایان داد و برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند. جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات از سال 2013 توسط خانه فیلم رویا و بنیاد آرمان شهر بنیانگذاری شده است. سه سال نخست این جشنواره در هرات برگزار می شد و پس از سال 1395 به کابل نقل مکان کرده است. ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات چند قبل در قصر دارالامان کابل افتتاح و به کار خود پایان داد و برگزیدگان جشنواره معرفی شدند. در این مراسم هنرمندان، سینماگران، فرهنگیان، مقامات دولتی و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان اشتراک داشتند. عزیز دلدار از مسئولان خانه فیلم رویا گفته است که بیش از 3500 فیلم از 122 کشور جهان به سازمان جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات رسیده است که از میان آنها 73 فیلم منتخب از 27 کشور جهان در دو بخش مسابقه و نمایش ویژه در این جشنواره راه یافته است. این فیلم ها متعلق به کشورهای چون ایران، هند، امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، کرواسی، مصر، یونان، صربستان، فلیپین، پاکستان و غیره کشورها می باشد. به گفته برگزار کنندگان این جشنواره، هیئت داوران این جشنواره متشکل از سینماگران و فعالان حقوق زن از کشورهای افغانستان، هند، امریکا، اسپانیا، روسیه، یونان، تاجیکستان، فرانسه، ترکیه و ایران بود.
فیلم هایی که در این جشنواره در بخش های مختلف جوایز را کسب کردند، فیلم هوا مریم عایشه با کارگردانی سهرا کریمی، بهترین فیلم بلند داستانی برنده تندیس گوشواره زرین شد. بهترین فیلم بلند داستانی با موضوع سینمای جهان برنده تندیس گوشواره زرین فیلم متر ششونیم سعید روستایی، همچنان فیلم ایسکا از فلیپین، فیلم دهگذر نیمه شب، فیلم بیرنگ و دیگر فیلم ها هم جوایز ردیفی را از آن خود کردند. چند خبر کوتاه سینمایی از جهان، به ویژه در رابطه به جشنواره سینمایی بین المللی اسکار سال 2021 میلادی. American Factory. This is the first. قرار بود که 93 دور مراسم جشنواره بین المللی اسکار به تاریخ 28 فوریه سال 2021 میلادی برگزار شود، اما این تاریخ به نسبت شیوع کووید 19 به تأخیر افتاد. مسئولان اکادمی علوم و هنرهای سینما فعلا تصمیم گرفتند این مراسم را حدوداً 2 ماه به تعویق بیندازند. 93 دوره مراسم اسکار به تاریخ 25 آوریل سال 2021 میلادی برگزار می شود. فدراسیون سینمای هند فیلم جلیکاتو را راهی رقابت جشنواره بین المللی اسکار سال 2021 میلادی می کند که این فیلم به نمایندگی از هند در بخش بهترین فیلم بین المللی رقابت می کند که به زبان مالایالامی است و فیلم برگزیده جشنواره هاست که در تورنتو، لندن، بوسان و استکهلم در سال 2019 به نمایش درآمد و سال 2020 نیز در روتردام دیده شد. بلیسری برای ساخت این فیلم موفق به کسب جایزه بهترین کارگردان در جشنواره بین المللی فیلم هند گوا در سال 2019 شد. داستان فیلم درباره گاو است که از یک کشتارگاه در دهکده آرام می گریزد و وارد دهکده می شود. این امر موجب می شود تا مردم روستا با نگاه های متفاوت گرده هم بیایند تا بخواهند این حیوان را بگیرند. هانگ کانگ با فیلم The Better Days یا فیلم روزهای بهتر بر رقابت اسکار سال 2021 میلادی می رود. این فیلم محصول مشترک چین و هانگ کانگ با کارگردانی درک تاسانگ و با اقتباس از رمان جوان و زیبا داستان دختر را روایت می کند که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته و درگیر قتل می شود. خبر اخیری که انجلینا جولی کارگردان فیلم زندگی نامه رفتار نامعقول خواهد بود. این فیلم درباره زندگی دان مکلن عکاس که تصاویر جنگی را ثبت کرده با کارگردانی انجلینا جولی ساخته می شود. فیلم زندگی نامه این عکاس بریتانیایی با تهیه کنندگی تام هاردی و دین بیکر با اقتباس از کتاب خود نوشت توسط این عکاس که به همین نام منتشر شده ساخته خواهد شد. گریگوری برک نویسنده این فیلم انتخاب شده است. این فیلم برای تجلیل از زندگی این عکاس بریتانیایی ساخته می شود و او را از دوران جنگ لندن تا برخی از خطرناکترین مناطق جنگی دنیا دنبال می کند. همچنان گفته شده است که به تازگی اعلام شد جولی در فیلم تمام نت‌های اجرا شده در کنار کریستف والتز بازی می کند. راده دی بالیو سینما نوی فلم دی چه 2021 زیگ دیس کال که دی سینما دی پر دی پر مخ پریگی مرکزی لوبغاره پخپل سلمان خان دی. ابه وہ ریمبو کا بات پر ٹرمینیٹر کا جو اب روستی کا نانا ہے لاسٹ ایکشن ہیرو وہ سور ہمیشہ گروپ میں شکار راده دی بالیوڈ دی سینما نوی فلم دی
چه ریل لایف پروڈکشن پرایویت لیمیٹڈ سوائل خان پروڈکشن او سلمان خان فلمز لخوا جوړیږي. د دغه فلم د انزور اخیستنې چارې د 2019 زیږدیز کال د نومبر په میاشت کې په لون والا ایالت کې پیل شوي او ښایي 2020 زیږدیز کال کې یاد فلم کار پای ته ورسیږي او د هند سینماګانو کې د پردې پر مخ خپور شي. د یاد فلم کارگرزه پربو دیوا او د دې فلم جوړونکي سهیل خان، اتل اگنی اوتری او سلمان خان دی. د فلم مرکزی لوبغاړي سلمان خان او دشا پتانی او نورو ونډه اخیستې ده. یاد فلم یو اکشن فلم دی او د فلم کارگرزه غواړي چې د خپرولو په وخت کې د خپلو لیدونکو پام ځان ته راواړوي. د دې فلم تیزرونه او ټریلرونه همدا اوس په ټولنیزو سایټو کې خپاره شوي ترڅو د مینهوالو پام ځان ته راوګرځوي. فلم همداسې خپل لړۍ پر مخ بیایي او پای ته رسیږي. همدارنګه د فلم کارگرزه هیله مند دی چې یاد فلم وتوانیږي په 2020 زیږدیز کال کې له ښو فلمونو څخه وي او د بالیوډ د سینماګانو د فلمونو په سریزه کې راشي او زمنان ښې پیسې هم ترلاسه کړي. ما همواره در تلاش هستیم تا سینماگران موفق افغانی را که در گوشه و کنار کشور و جهان فعالیت‌های هنری دارند شناسایی و به شما هنردوستان به معرفی بگیریم. این بار نیز سراغ فهیم فضلی، کارگردان، نویسنده و هنرپیشه نامدار و توانای افغانی که در فیلم‌های سینمای هالیوود مصروف فعالیت‌های هنری میباشند و عرفای آقای فضلی در رابطه با کارهای هنریشان. السلام علیکم زما گرانو ایوادوالو او د افغانستان ملی تلویزیون سینما تماشاچیانو، سلام علیکم. زما نوم فهیم فضلی بارکزای دی او تقریبا سل وشکال کیجی په امریکا ژوند کوم. 15 وشکال په هالیوډ فلمونه کار کوم. Excuse me, I need you to step over here. We're going to search your body. Sir, sir, please be quiet. بنده در 1966 در حیثی دوم کارتی پروان تولد شدم. تا صنف نوی مکتب استقلال خواندم. امو بود که شوق علاقیم به درامای مکتب استقلال بود. متاسفانه نتانستم پیش ببرم تحصیل و درامای مکتب از خاطر اشغال روزها. ما هجرت کردیم پاکستان، رفتیم بعد از پاکستان نان نمک ما در امریکا شد. در امریکا آمدم دیگه موش از کاروبار عادی شروع کردم. شب قلاقی ممی بود که دریم ما بود که اکتور شدم. رفتم در فلم ها از اکسترا سیایی لشکر شروع کردم. تقریبا 2-3 سال ما گرفت که تاکر ممبرشپ شو بگیرم و لایسنس هالیوود بگیرم. خداوند یاری کرد که اما استعداد داشتم که دریم خدا پیاده کنم. تقریبا 122 فیلم و تلویزیون کار کردم. دیگه خداوند همراه ما باشه. بیایم که امو فیلم های مشهور خدا برای شما معرفی کنم. ایرن من است، امریکن سنایپر دی، 12 استرانگ دی، 24 دی، 68 وسکی دی و بلا دیر مشهور فیلم دی راک دا کسبه. بیا که یکی از این کلیپ های خدا برای شما نشان بدیم. خدا کنه خوشتون بیا. Everything that we have. شوکت، دولت، پسر شده پاره. All the wealth of my village. For what? مرمی و نور توپک وارو. To buy more bullets, more guns. دشمن موی سره ماسره کوی. We are surrounded by enemies. مجاهدین دیر سرکشان کمندنان دی. The مجاهدین warlords. ازم گول زما پشتون ورور دی. ازم گول از مای پشتون برادر. اگر راضی
زمکل قبضه که بیادر یکش تزر کن. He comes to take my village and he wants us to grow the poppy. پیزه وشت کال جگرس رو دپارم. 25 years of killing. زیدیر خسته سوم. او تسر زواب نلر. I am tired of war and I cannot afford the peace. الله جلاله شنو بیچارگان سر مرست کنی. Allah helps the innocent. We have a saying. The Lord works in mysterious ways. The Allah kuruno eshar mezde. خدا کنه خوشتون آمده باشه. روزه چی بلا کلپ معرفی کو دا کلپ تلویزیون سریال دی نوم 68 وسکی نوم لري. میرا بني. بخیر آغله. ترجمان چه ردی؟ امیر سنگه دی. آقا اجازت درک. دغه زه پریده. لطفاً. بخیر آغله. بیر مننه. You're welcome. بخیر آغله. That should hold you until Obamacare makes its way to these parts. بخو اصلی شایم ده. دوال اصلی امریکایان رازا دلتا رازا. اکی. دیر مننه. علیکه در شایان ورکه. دلتا رازا. دلتا رازا. دلتا رازا. در غزای پریده لکنه. پریده در غزای. دروازه خلاصه که. بیان که کلپ سیوم مرا معرفی کنم. یک سریال تلویزیونی است نامش برینک. بفرمین. Who's going to handle this? I will. Salaamu Alaikum. Salaamu Alaikum. Who's he? Well, he's a local warlord. We pay him a frightful amount of money and he ensures we're not kidnapped or beheaded. Gule Walagizu. Saida. Come on, chums. Agoi saramarasta ka darwaza khlas. Clip 4 ma baratan nishan betun yak film mashhoor amerikayi Fort Blessed. And then a car drives up. Get out of the car! Hurry up! The fuck you got in there? Khalidi, Khalidi. Let's go then, hurry up! I need you to step over here, we're gonna search your body. Sir! Sir, please be quiet! Listen to me! That's my public! خدا کنه خوشتان اومده باشه. بیاین که کلپ پنجم خودم معرفی کنم. یک فیلم مشهور آمریکایی است. Welcome to Stan. Tony. Tony Ortega, please. Call me Tony. You speak very good English, sir. Oh, yes. For 6 years, many visitors here. Surgeon, lieutenant, even the colonel once come see me. They're all honorable men. Some were helpful to my people. The colonel, not so much. Tony, please sit. We shall talk. Sit. And I've heard many good things about how you helped Americans, too. Our land has been ravaged by everyone. From Genghis Khan, the Soviet, the foreign fighters. But you, Amerikaya, are the only one help us. Rebuilt it better. کلیپ آخری ما یک فیلم امریکایی است ایرد گن. خدا کنه خوشتون آمده باشه تمام کلیپ های ما. Peace in Afghanistan, peace all over the world. Be safe. I love you guys. Thank you again. The Afghan Milli Television. I don't think so. For my body! Hold fire! Alert!
قدرمنو کتون کو دا زمونږ نه نه خبرونه تر بل خبرونه چې زه او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په الله تعالی سپارم. خات او ودان اوسئ.